موفقیت واقعی از قدرت های درونی ما میاد و دوباره تکرار می‌کنم، موفقیت واقعی از قدرت های درونی میاد موفقیت درونی این گونه تعریف میشه که شما بفهمید که اهداف و علایقتون چیه توانایی عشق ورزیدن و دلسوزی و ارتباط برقرار کردن با قدرت و خلاقیتی که در درونتونه ارتباط برقرار کردن با هوش و دانش و آگاهی درونی که همون هوش جهانه و قدرت درونی هم مون عزت نفسه قدرت درونی یه قدرت واسطه نیست قدرت واسطه یه قدرت بیرونیه که وابسته به پول و حساب بانکیه و دایره ارتباطتونه قدرت واسطه قدرت ضعیفیه که تا وقتی اون واسطه ادامه داشته باشه اون قدرت هم باهاش ادامه داره اما قدرت واقعی از عزت نفس میاد یعنی جوهره وجودتون که ویژگی های مخصوص به خودشو داره وقتی قدرت واقعی داشته باشید وابسته به هیچ عقیده خوب و بعد در جهان نیستید از هر گونه انتقاد مسون هستید و نسبت به نظرات پاسخگو هستید شجاع و قدرتمند هستید و خودتون رو کمتر و بیشتر از هیچ انسان دیگه ای نمیدونید وقتی به جوهره وجود برسید و از خودتون بپرسید که چطور میتونید کمک کنید اون وقت به قدرت واقعی میرسید با عضویت در رسابوک از مزایا و هدایای ویژه بهره مند شوید بعضی از عقاید و باورها محتوز کننده هستند و من هیچ وقت به اندازه کافی خوب نیستم هیچ وقت نمیتونم موفق باشم هیچ وقت پولدار نمیشم نمیتونم رابطه خوبی داشته باشم من زشتم جذاب نیستم لاغر نیستم و این چیزا یادتون باشه که این افکار به شما تعلق نداره هر وقت که با چنین افکاری روبرو شدین باید از خودتون بپرسید که اگه این افکار حقیقت داره چطور میتونم باور کنم که اینا حقیقت داره آیا این افکار منو محدود میکنه یا نه چطور میتونم از این محدودیت ها فراتر برم کدوم یکی از این افکار قدرتمندتره چطور میتونم این افکار قدرتمند رو داشته باشم که باید به عمیق بخش فکریتون در سکوت کامل برید و بفهمید که کدوم یکی از این افکار متعلق به شما نیست و باید از فکرشون بیاید بیرون و به افکارتون مثل امواج دریا نگاه کنید شما امواج نیستید بلکه تحت سیر این امواج قرار میگیرید شما خالق این امواج هستید شما یک قطره در دریا نیستید شما اقیانوسی هستید از قطرات و اعماق دریا بینهایته و شما ذهنی نامحدود دارید که تحت تاثیر شرایط اجتماعی فرهنگی و مذهبی قرار دارید که ذهن شما رو به یک ذهن محدود تبدیل میکنه آیا این کافی نیست که شما رو متقاعد کنه که این افکار متعلق به شما نیست وقتی شما مالکیت افکارتون رو بتونید به دست بگیرید تحت شرایط اجتماعی و فرهنگی و مذهبی ذهنتون گیج و درگیر میشه و هیچ فکر اورجینالی درش وجود نداره هیچ گونه خلاقیتی هم توش نیست هیچ نوع عشقی هم توش نیست همش تبدیل میشه به اشخای شرطی بس خواهش میکنم لطفا متوجه بشید که شما نامحدود هستین شما مرکز این دنیایید و تجربیات بشر بر اثر همین اتفاقاتیه که برای شما سخت و غیر قابل درکه و بر اساس القاب تعریف ها ها و قضاوت ها و نظرات و کلماتیه که از بچگی میشنوه و روش تاثیر میذاره و بعد از اون به سختی میشه از این زندان فکری بیرون بیاد چون اگر در زندان واقعی بودید حداقل میله های زندان رو میدیدید ولی در این زندان که به خاطر شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی ایجاد شده شما هیچ دیواری رو نمیبینید و در واقع شما متوجه نمیشید در زندان قرار دارید پس هیچ علاقه برای فرار از زندان نخواهید داشت ولی اگر از این زندان فرار کنید میتونید به حقایق زندگی و حقیق خودتون دست پیدا کنید و میفهمید که واقعا کی هستید و آزاد خواهید شد بلیت آزادی تصرف کردن افکارتون نیست بلیت آزادی پیدا کردن سرچشمه های درونتونه که در واقع سرچشمه های جهان هستیه که در دست شما قرار میگیره و این واقعا مهمه پس جلال دین محمد رومی یه جمله زیبا داره که میگه شما چرا دوست دارید در زندان بمونید چرا دوست دارید در زندان بمونید وقتی در کاملا بازه چرا دوست داری در زندان بمونید وقتی در کاملا بازه خواهش میکنم در این زندان نمونید از خودتون بپرسید که من با این همه فکر و اندیشه و باور کی هستم جلال دین محمد رومی در یکی از اشعارش به این موضوع اشاره میکنه من در میان این همه ترافیک فکری کیم اون چیزی که شما هستین این پتانسیل نامحدود و بیشماریه که همیشه در درونتون بوده هست و خواهد اطلاعات آگاهی ما رو گسترش میده درسته؟ پس از طریق سایت گوگل که بزرگترین موتور جستجوه ما ما رو گسترش میده ولی یه چیز دیگه هم هست که مردم متوجهش نیستن اینه که آگاهی ما در واقع از بین اون اطلاعاتی که دنبالش میگردیم بخشایشو انتخاب میکنه درسته مثلا اگه آگاهی من بهم به بگه که من میخوام دلیل جنگ و ترور گرم شدن هوا بیادالتی های اجتماعی بیادالتی های اقتصادی و تمام اتفاقاتی که در سوریه و میانه یعنی داره میافته رو بدونم اون وقتی که آگاهی ذهنی من به دنبال اطلاعات درستی میگرده این دو از همدیگه تغذیه میکنن اطلاعات آگاهی رو گسترش میده و در این حال آگاهیمون اطلاعاتی که دنبالش هستیم و گسترش میده منظورم از آگاهی همون معنویت و روحی درونیه که در واقع تعریف خود منه که آگاهی در برابر اطلاعات اجزای بیشتر و گسترده تری داره آگاهی مود شما رو تحت تاثیر قرار میده اگه افسرده باشین همه چیز به نظر شما تاریک و سیاه میاد روی باوراتون تاثیر میذاره فرضیاتتون رو تحت تاثیر قرار میده روی ادراک شما تاثیر میذاره انتظاراتتون رو تحت تاثیر قرار میده در کتابی گفته شده که تمامی مشکلات ما به دلیل آگاهی های محدودمونه آگاهی محدود یعنی شما احساس میکنید که از اکوسیستم جدا شدید و شبکه گوگل یه اکوسیستمه پس شما حس میکنید که از این سیستمی که طبیعت شبکه های ارتباطی جدایی که نتیجه این باورا میشه ترس نگرانی و انتظاراتی که بر پایی پیشبینی های روز آخرت بنا شده و فرضیه های مبنی بر این که همه چیز قراره به غلط پیش بره و این چیزا از دیدگاه من مثل این میمونه که وارد اتاقی تاریک بشید و فقط یه شمع روشن دستتون باشه که اون شم میزان آگاهی شماست و به دنبال وسایلتون میگردید که در این صورت پیدا کردن هر چیزی براتون درد سرساز میشه و دنیاتون به همین شکل در هم میاد حالا فرض کنید که بتونید روشنایی این شمع آگاهی رو گسترشش بدید فرض کنید که یه چراغ قوه پیدا کنید و باهاش دور اتاق بگردید میفهمید هر چیزی هدفی داره اون میز و اون تلویزیون هم هدف داره پس تمام مشکلات ما تبدیل میشن به فرصت هایی برای پیدا کردن اهداف که بهش میگن گسترش آگاهی و احساس میکنید که به شبکه ارتباط ها

قربانی شرایط شدن یعنی شما یه سری الگوهای فکری و رفتاری داریم که در نتیجه بودن در شرایط مختلف و سیکل های مختلفه که اینا جمعآوری شده که یه موضوع نرمال در بین تمام افراده و خیلی از ماها به دنبال حس رضایت از چیزای بیرونی هستیم یعنی اگر شغل مناسب پول خوب رابطه خوب یا هر چیز دیگه ای داشته باشیم یعنی اون وقت خوشحال خواهیم بود ولی دقیقا برعکسه اگه خوشحال باشی اون وقت شغل خوب رابطه خوب و همه چیزهای خوب و کناره داری و اون وقت میتونی تصمیمات درستی بگیری و روابط خوبی هم خواهی من معنویت و روحیه رو آگاهی درونی تعریف میکنم و همچنین دلسوزی، عشق، خدمت، صداقت و احترام و من فکر میکنم که اگه به این ارزش ها پای نباشیم بیزنس خوبی هم نخواهیم داشت از خودتون بپرسین که هدفتون چیه؟ چه سهمی میخواید داشته باشین چه کمکی حاضرین انجام بدین چه چیزی میتونه باعث شادی و خوشحالی شما بشه چه مهارت های درونی دارید که وقتی اون مهارت ها رو به اجرا میذارید زمان براتون بیارزش میشه اسمش کار کردن نیست اسمش لذت بردن از خودتونه بپرسید که قهرمانانتون کیا هستند در تاریخ در مذهب چون اینها کسانی که ما دلمون میخواد به عنوان الگوهای خودمون قرارشون بدیم و از خودتون بپرسید که چطور میتونم این شور و اشتیاقم و در ارتباطاتم به کار ببرم و به زندگی معنا بدم و برای بودنم هدفی پیدا کنم لازم به جواب دادن به این سوال نیست لازمه که با این سوال زندگی کنید تا زندگی خودش بهتون جوابشو نشون بده همه ما به عنوان یه انسان کاملا خلاق به دنیا آمدیم به عنوان یه نوزاد ما از تخیلاتمون برای خلقه دنیا استفاده میکنیم چه یه قلعه شنی کنار ساحل بسازیم چه با عروسکامون بازی کنیم یا وقتی داریم تظاهر میکنیم که یه ابر قهرمانیم ولی وقتی بزرگتر میشیم خیلی از ماها به خاطر شرایط اطرافمون باورهای مشخصی پیدا میکنیم و هرچه پیرتر میشیم مغزمون قدرت گسترش، سازگاری، تغییر یافتن و رشد کردنش از دست میده ولی اینا دروغه طبق تحقیقات انجام شده مغز توانایی پلاستیسیتی رو داره که به معنای توانایی ایجاد مسیرهای جدید ذهنیه حتی در زمان پیری مغز ما سیاله انتاف فزیره و به شدت با تجربیات جدید سازگاره پلاستیسیتی به ما اجازه میده که زبانهای جدید رو یاد بگیریم پیانو زدن رو یاد بگیریم ورزش جدید رو یاد بگیریم شاید در زمان پیری دیگه نتونید خودتون رو به عنوان فردی خلاق و قادر به تخیل کردن در نظر بگیرید اما با این حال حضورتون و وجود داشتنتون سندیه بر خلاقیت درونیتون و هر لحظه شما دارید حقایق جدیدی رو از طریق افکار علایقتون کلمات و اعمالتون میسازید همه ما پتانسیل های نامحدودی داریم چون طبیعت همه ما همینه با یادگیری بیدار کردن خلاقیتتون میتونید شور و اشتیاق طبیعی و انرژی جوانی رو دوباره به دست بیارید بر اساس یه باور قدیمی هندی راز جاودانگی در انعطاف پذیری های نامحدود و خلاقیت نامحدود <applause> به جز خلق کردن داستانی که اشاره کردین در حال حاضر بینندگان چه کارهایی میتونن انجام بدن تا رهبران و مدیران بهتری باشن اول از همه باید این سوالاتی که بهش اشاره کردم و از خودشون بپرسم من کی هستم و میخوام چی کار کنم و چه تیمی رو دوست دارم داشته باشم نقش من تو این گروه چیه مهارت ها و نقاط قوت من چیه چه مهارت ها و قدرت هایی رو من دوست دارم که در تیمم داشته باشم اگه افراد تیم نتونن به طور کامل قدرت ها و مهارت های شخصیشون رو به اجرا بذارن و اگه از کاری که انجام میدن لذت نبرن اعتماد به نفسشون رو از دست میدن من خودم در تحقیقاتی که داشتم فهمیدم که فقط 20 درصد از افراد کشور که سرکار کار میرن از کاری که دارن انجام میدن لذت میبرن و بیش از 15 تا 20 درصد از افراد به طور کامل از کارشون متنفرن اونا هر روز میان با ناراحتی سر کار و با بقیه همکارشون هم ناراحتی هم و نارضایتی دارن و بقیه منتظرن تا فقط زمان بیکسره و این شرایط باعث ضرره 380 میلیارد دلاری به طور سالیانه به اقتصاد کشورمون میشه پس چطور میشه یه محیط خلاقانه و شاد در محل کاری ایجاد کرد اگه مدیرتون بهتون بیتوجهی ای کنه این تنفر و ناراحتی شما از کاری که انجام میدید میتونه تا 45 درصد بالا بره اگه مدیرتون بهتون بیتوجهی نکنه ولی ازتون انتقاد کنه علاقتون به کار 20 درصد پایین میاد چون شما ترجیح میدین که بهتون انتقاد بشه از طرف دیگه اگه مدیرتون متوجه نقطه قوتی در شما بشه نرخ بیعلاقگی شما به کارتون به کمتر از یه درصد میرسه این کار باعث پیشرفت اقتصادی زیادی میرسه سوالی که پرسیده شده اینه که ما چطور میتونیم از زمانی که داریم بهترین استفاده رو ببریم؟ جواب من اینه و من این جواب رو از دکتر دانیل سیگل روانشناس یو سی گرفتم که ایشون گفتن که اگه زمانو به 24 ساعت تقسیم کنیم و تقسیم بندی به این صورت باشه که زمان خوابیدن، زمان مدیتیشن، زمان ورزش، زمان ارتباط، زمان استراحت، زمان بازی و زمان خلاقیت زمان کارهایی که تمرکز بالا میخواد و زمان خوردن و در زمانهایی که دارید این کار را انجام میدید فقط و فقط همین کار را انجام بدین و کار دیگه ای نکنید و فکر میکنم که این حرف حرف بسیار خوبیه و الان سال هاست که این کار رو میکنم هر روز 6 تا 8 ساعت میخوابم و هر روز صبح به مدت یک ساعت و نیم مدیتیشن میکنم بعدش میرم باشگاه و روزانه 4 تا 5 کیلومتر پیاده روی میکنم از ساعت 9 تا 12 ظهرم کار میکنم بعدش یک ساعت کامل رو به غذا خوردن سپری میکنم بعد از نهارم 20 دقیقه پیاده روی میکنم و بعد از ظهر دوباره شروع به کار میکنم از ساعت یک به بعد کارم رو شروع میکنم بعضی وقتا ساعت یک و نیم یا دو شروع به کار میکنم ساعت چار و نیم هم دوباره مدیتیشن میکنم و تا ساعت پنج شاممو آماده آماده میکنم و ساعت شیش میخورم و ساعت ده شبم میخوابم وقتی این کارا رو روتین و روزانه انجام میدم احساس میکنم که ریتم بدنم بر طبق نظم و اساسی شکل گرفته که با ریتم جهان یکی میشه و در ارتباط مستقیم قرار میگیره و وقتی با کسی صحبت میکنم دیگه گوشیمو چک نمیکنم و همه حواسم به اونه چون پردازش ذهنی من اینطوریه که در لحظه فقط میتونم روی یه چیز تمرکز کنم پس در لحظه فقط یه کار مشخص رو انجام بدین و تمرکزتون رو به نحو احسن روی یه چیز بسرید و به دنبال برتری باشید و زمانتون رو به بخش‌های مختلفی تقسیم کنید این کارو حتما انجام بدید چون خیلی مهمه بزرگترین چالشی که هر بیزنسی باهاش روبروه اینه که بتونه یه بیزنس واقعی باشه و اونو حفظش کنه وقتی وضعیت اقتصادی بیزنسمون خراب میشه یعنی ما هدف اصلی رو گم کردیم و بیزنس رو فراموش کردیم هدف اصلی از داشتن بیزنس چی حتی در مدارس اقتصادی هم تعریف درستی ازش نمیشه میگن که هدف اصلی بیزنس افزایش ارزش و سهامه که این واقعا مسخره است هدف اصلی بیزنس کمک کردن به جامعه است خدمت کردن به جامعه است هدف اصلی بیزنس خدمت کردن به علایق تمام مشتریان و سهامدارانه که شامل گروه ها و انجمن ها و اکو ما اقتصادی رو ساختیم که بر اساس خرج کردن پولهایی که مردم ندارن بر خریدن محصولاتی که مردم بهش نیاز ندارن بر پایه تحت تاثیر قرار دادن مردم به چیزایی که دوست ندارن و از دو نه تریلیون دلاری که در بازار جهانی در گردشه کمتر از دو درصدش برای مهیا کردن مواد و خدمات صرف میشه بیشتر این پولا بی مصرف جا, به جا میشه و من فکر میکنم که برای اولین بار ما این فرصت رو پیدا کردیم که بیزنسی بر پایگه هوش و آگاهی بسازیم که به نیازهای جامعه رسیدگی کنه شما امروزه وقتی بخواین بیزنسی رو راه اندازی کنید باید اول از همه از خودتون بپرسید که چه اقتصاد هوشمندانه ای میتونیم با بیزنسمون شکل بدیم و چطور میتونیم یه اقتصاد سبز و پاک داشته باشیم و چطور میتونیم نیروهای جایگزین پیدا کنیم این روزا مردم با کاشتن درختم پول در میارن پس باید اقتصادی بسازیم که بر اساس خدمت به نیازهای مردم اگه شما با رهبران بزرگ صحبت کنید این چیزی که میخوام بگم بر اساس تحقیقاتی که توسط جیم کالینز انجام شده اگه کتابشون رو خونده باشید تو اون کتاب گفته شده که گفته شده هر رهبر در آخر یکی از این حرفا رو میزنه میگه که من خوش شانس بودم و یا یعنی اینکه من در جای مناسب و در زمان مناسبی قرار داشتم و یا اتفاقات معنادار زیادی برای من افتاده اگه اون فرد مذهبی باشه ممکنه بگه که خداوند به من لطف داشته و منو هدایت کرده ام، به من خیر و برکت عطا کرده خدا مراقبم بوده ولی همه اینا مربوط میشه به یه آگاهی و هوش عمیق درونی که فراتر از شخصیت انسانه که روانشناسان بهش میگن ترنس پرسونال یا حتی اسمشو گذاشتن آرکیتای پول و ولی کاری که اونا انجام میدن اینه که اونا رابطه با داستان برقرار میکنن که یه برند خوب این ویژگی ها رو داره یه برند برای خودش یه داستان آرکی تایپولی داره یه تم مشخص در داستانش از توش آدم خوب هست آدم بد هست داستانش گیراست و توش رمز و راز وجود داره و توش ماجراجویی هست تمام ویژگی های نمایش خوب و سریال پرطرفدار رو داره یه برند خوب چیزیه که علاوه بر اینکه که شما محصولش رو میخرید در واقع دارین در داستانش هم میخرید که این خیلی مهمه واقعا مهمه کمپانی اپل یه داستانه یه داستان خیلی خوبه تمام برندهای معروف مثل کفش نایک که داستان قهرمان آفریقایی آمریکایی یه داستان خوبه من از رهبران میخوام که بگن داستانشون چیه خیلی خوب آیا میتونی داستان تو از لحاظ روحی و احساسی غنی کنی و انگیزش ایجاد کنی که بتونی مشتریات رو جذب کنی که از برند تو خرید کنن و داستان تو رو بخرن و محصول تو بگیرن خوشمختی به معنی اعتیاد پی پیدا کردن به لذت ها نیست <applause> خوشبختی یعنی پیدا کردن شور و اشتیاق و برتری در درونتون یعنی دنبال برتری و پیشرفت رفتن و اهمیت ندادن به موفقیت اگه این کارو کنید موفقیت همواره همراهتون خواهد بود و در این صورت شما به بالاترین پتانسیل های درونتون دست پیدا خواهید کرد و اگه این کار را انجام بدید زمان و فراموش میکنید و لذت و خوشی زیادی رو تجربه می میکنید. و جامعه هم نیاز به این پتانسیلا و ابراز کردنشون داره و وقتی جامعه پتانسیل شما رو ببینه بهتون احترام میذاره و شما رو یه قهرمان میدونه این یه واقعی رسابو کتابخانه صوتی و تصویری تقدیم میکنه یه برند خوب چیزیه که علاوه بر اینکه شما محصولش رو میخرین در واقع دارین داستانش هم میخرین خوشبختی یعنی پیدا کردن شور و اشتیاق و برتری در درون خودتون برای اولین بار ما این فرصت رو پیدا کردیم که بیزنسی بر پاگیگ هوش و آگاهی بسازیم که به نیازهای جامعه رسیدگی کنیم با یادگیری افزایش خلاقیت میتونید انگیزه و اشتیاق طبیعی و انرژی و شگفتی جوانی رو کسب کنید. ایشون نویسنده و سخنران هستند. ایشون شخصیتی برجسته و شناخته شدن از طریق کتابها و ویدیوهایی که منتشر کردن تبدیل به یک فرد معروف و بسیار ثروتمند شدن. ایشون دیپاک چوپرا هستن و این هم ده قانونشون برای رسیدن به موفقیت. قانون شماره دهم ایشون قانون مورد علاقه منه و تا پایان برنامه همراه ما باشید. چیزهایی که میبینیم، درک میکنیم، میشنویم، بهش فکر میکنیم، تص تصور میکنیم و متوجه میشیم چیزی که بهمون به انگیزه میده همه اینا از باورای ما میاد و این باورا دنیای ما رو میسازه ما دنیای اطرافمون رو بر اساس باورامون میسازیم و دنیا هم نسبت به باورای ما واکنش نشون میده و واکنش نشون میده و باورای ما رو تقویت میکنه و ما میبینیم که به چه کسی تبدیل شدیم و دنیا تبدیل به کسی که ما هستیم میشه